بسیار بوده دوران که این قوم با نم چشم خیسانده دانه ای را، با آب دیدگاهی رویانده از دل خاک ساق جوانه ای را. بسیار بوده دوران، بسیار بوده دوران. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم. آقای امیر درخشان عزیز برنامه را هدایت میکنه، از صمیمانه سپاسگزارم از لطف و مراحم شایان شما، شکر گذار. امیر ارجمند، آماری منتشر شده درباره ایرانیان زندانی در بیرون از کشور، در کشورهای مختلف جهان. آمار تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است. روزی روزگاری ما در دوران قبل از انقلاب که در بیرون از کشور به سر می بردیم، به ندرت خبردار می شدیم که مثلا یک ایرانی احتمالا در زندانی در یا اروپا یا در آمریکا و یا جای دیگری. نمی دونم این بدعت رو کی گذاشت، این بدعت. به نظر من همین گرفتاری هایی که بعد از انقلاب پدید آمده ناشی از محرومیت و فقریست، فقر وحشتناک سی متاسفانه گریبان نسل جوان ما رو گرفته، که اغلب هم بچه های با استعدادی هستن. میبینیم که وقتی که راه براشون باز میشه، امکانی برای اونها پدید میاد در عرصه علم و دانش و هنر و ورزش و فرق نمی کنه در هر رشته چه میکنن. آماری اخیرا منتشر شد و آمار به نظرم غیر قابل قبوله، چون من با برخی از کارشناسا صحبت کردم که آیا واقعا شمار ایرانیان زندانی همین حدی است که در آمارها گفته میشه. معلوم میشه که نه، و روز به روز هم داره بر تعداد اونها افسوده میشه. متاسفانه شمار زیادی از اونها حتی به مرگ محکوم شدن، اونم بیشتر به خاطر قاچاق مواد مخدر. میریم به سراغ دکتر ساناز علسی، دانشگاه دولتی تگزاس، استاد دانشگاه و همینطور رئیس مرکز مطالعات اعدام. درود بر شما خانم علسی عزیز. درود به شما آقای میبودی گرامی و درود به همه بینندگان عزیز. قربان شما. خانم علسی، واقعا چند نفر در ایرانی در دنیا محکوم به اعدام هست؟ آقای میبودی، آمار تکان دهنده است، ولی در جاهای مختلف آمار مختلفی درج شده و آمار دقیق در دسترس نیست، به علت اینکه خب افرادی که دو مشکل وجود داره. اولین مشکل اینه که بسیار از ایرانیانی که در کشورهای خارجی بازداشت میشن، دستگیر میشن و به زندان محکوم میشن، اطلاعات مربوط به این موضوع رو به مقامات کنسولی کشور خودشون نمیدن. و مشکل دومی که وجود داره، برخی از این کشورهای خارجی حتی وقتی ایرانیان تقاضا میکنن که در این مورد کمک میخوان و تقاضا میکنن که به نماینده کنسولی کشورشون اطلاع داده بشه، از این کار خودداری میکنن. به خاطر همین آمار دقیق در دسترس نیست و آمار متضاد هست، ولی بر اساس آخرین آماری که ما به دستمون رسیده، بیش از 3000 ایرانی هستن که در کشورهای مختلف در زندان به سر میبرن و بیشتر ایرانی ها در کشورهای همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس، در فار ایست، در کشورهای آسیای دور هستن که در زندان هستن. و اینها وقتی بررسی میکنیم که ببینیم این افراد به چه علتی در زندان به سر میبرن، میبینیم که بیشترین مورد اتهامی جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، ورود غیرقانونی به این کشورها، عبور از مرزها به شکل غیرقانونی، و اخیراً میبینیم که موارد مربوط به تروریسم و کارهای تروریستی هم افزایش پیدا کرده. خب برای اینا میشه چه کار کرد؟ برای اینا که دستگیر میشن، چون من ندیدم جای اقدامی صورت بگیر، اقدام مؤثر صورت بگیره برای اینکه به وضع اینا رسیدگی بشه، چون بسیاری از اینا گفته میشه که یا اخفال شدن
یا به خاطر جرائم خیلی کوچک و اندک متحمل مجازات های خیلی سنگین، برخی از اونها حتی به اشد مجازات. برای اینا خودم بررسی میشه چه کار کرد؟ به نکته خیلی مهمی اشاره کردید آقای مهبودی عزیز. واقعا یک تفاوت خیلی حائز اهمیت و ویژه‌ای بین مجرمان عادی، بزهکاران عادی و ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب بیشترین اکثریت جرایم میشن که دستگیر شدن به خاطرش وجود داره، و اون این هستش که این افراد بزهکاران بالفطر، مجرمین حرفه‌ای نیستن. خیلی از این افراد افرادی هستن که به دلایل مختلفی فریب میخورن. عده‌ای از این افراد فریب گروه‌های قاچاقچی رو میخورن و قبول میکنن بسته‌ای رو همراه با خودشون ببرن. بعضی از این افراد از سر ناچاری فقط به علت اینکه بخوان از کشور خارج بشن کارهای غیرقانونی رو انجام میدن، و واقعا ویژگی هاشون با افرادی که خب شاید مرتکب جرائم خشونت آمیز میشن مثل قتل، تجاوز به عنف، اسالت، حمله مشدد و سایر جرائم مالی فرق میکنه. البته این در خصوص بیشتر افرادی هستش که ایرانیانی هستش که در خارج از کشور مرتکب جرم شدن بر اساس آماری که ما به دستمون رسیده، و واقعا این افراد به کمک احتیاج دارن به خاطر اینکه بسیاری از این افراد به قوانین کشورهایی که درش در اون کشورها دستگیر شدن آگاهی ندارن، زبان اون کشور رو بلد نیستن و واقعا باید بهشون کمک بشه. یکی مسائلی که وجود داره بر اساس کنوانسیون وین، بند به ماده 36 کنوانسیون وین، این حق داده میشه به افرادی که در کشوری خارج از کشور خودشون بازداشت میشن و بعد از اینکه بازداشت شدن باید تقاضا بکنن که به نماینده کنسولی و سیاسی کشور مطبوع خودشون اطلاع داده بشه به صورت کتبی. یعنی مقام هایی که بازداشت میکنن این افراد رو در صورت تقاضای این افراد بر اساس قوانین بین المللی ملزم هستن که به نمایندگی کنسولی و این افراد از هر کشوری که هستن، حالا ما در مورد ایرانی ها صحبت میکنیم، به نماینده کنسولی ایران در کشورشون اطلاع بدن که کمک های لازم به این افراد بشه، در خصوص خب اگر احتیاج دارن که وکیلی داشته باشن، از جریان دادرسیشون اطلاعات پیدا بکنن. واقعا احتیاج به کمک دارن، ولی متاسفانه ما میبینیم که در برخی از کشورها چنین همکاری هایی صورت نمیگیره. به عنوان نمونه در کشور عربستان ما مطلع شدیم که بیش از 8 سال هستش که چنین اتفاق نمیفته، و در خصوص بازداشت ایرانیانی که در این کشور به هر دلیلی به هر اتهامی دستگیر شدن، هیچ اطلاعی حتی در صورت تقاضای ایرانیان به نمایندگی کنسولی ایران صورت نمیگیره. در بقیه کشور خلیج فارس چی؟ در بقیه کشورهای خلیج فارس ببینید متفاوت هست. ما وقتی میایم بررسی میکنیم، اولا ببینیم که در کشورهای گفتیم که بر اساس آماری که به نظر میاد که موثق باشه، بیش از 3000 ایرانی در زندان هستن در کشورهای مختلف، که بیشترین ایرانی هایی که در زندان هستن در کشور ترکیه، امارات، ترکمنستان و آذربایجان در زندان هستند. ایران با برخی از این کشورها تفاهم نامه استرداد مجرمین در خصوص اکسترادیشن و استرداد مجرمین رو امضا کرده. وقتی که همچین تفاهم نامه‌ای وجود داشته باشه، دو کشور بر اساس مفاد این تفاهم نامه میبایستی که عمل بکنن، و خب این استرداد میتونه قبل از محکومیت باشه یا بعد از محکومیت برای سپری کردن دوران زندان باشه. ولی خب ما میبینیم که در برخی کشورها، خب به عنوان مثال در مالزی،
در مالزی خب کشوری هستش مالزی که اخیراً ایرانیان زیادی رو به خودش جذب کرده به دلایل ایرانیان برای تحصیل و به این کشور سرازیر شدن و متاسفانه آمار ایرانیانی که دستگیر شدن هم در این کشور افزایش پیدا کرده و ایران در صدد هست که هرچه زودتر با برخی از این کشورها که هنوز تفاهم نامه‌ای در خصوص استرداد مجرمین وجود نداره این تفاهم نامه رو امضا بکنه که امکان کمک کردن به افرادی که به ایرانیانی که در این کشورها محکوم شدن بیشتر باشه. و مسئله ای که آقای میبودی عزیز بسیار دردآور هست تعداد زیاد افراد از ایرانیانی هستش که در این کشورها به اعدام محکوم شدن. بله مشکل نمیده برای اینا هیچ کاری نمیشه کرد برای اینا که به اعدام محکوم شدن؟ بعدا خصوص افرادی که به اعدام محکوم شدن آماری که به دست رسیده گویا بیش از 200 نفر هستن. البته چندی قبل آماری به دست ما رسیده بود که 700 نفر رو نشون میداد ولی آمار اخیر به نظر معقولی تر به نظر میرسه که بیش از 200 ایرانی در کشورهای مختلف به اعدام محکوم شدن که بیشترین این افراد در کشور مالزی هستن. 86 ایرانی در کشور مالزی به اعدام محکوم شدن و بعد از کشور مالزی در اندونزی ما میبینیم که 47 ایرانی به اعدام محکوم شدن و بیشتر به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر قاچاق مواد مخدر هست. خوشبختانه در کشور مالزی به دلیل اینکه بالا بودن آمار یک انجمنی تشکیل شده، انجمن حمایت از ایرانیان زندانی که این انجمن کمک‌های بسیار زیادی رو داره می‌کنه و به خصوص در مورد افرادی که به اعدام محکوم شدن داره تلاش‌های بسیاری میشه که اعدام این افراد به تعویق بیفته و ما امیدوار هستیم چون افرادی بودن که واقعاً در کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای آسیایی خیلی حساسیت به جرائم مربوط به مواد مخدر بالاست و برخی از هموطنان ما ناگاه هستن از قوانین کشوری که به سفر میکنن و نمیدونن که شاید حتی در همراه داشتن 10 گرم مواد مخدر از سنتی یا صنعتی باعث بشه که به اعدام محکوم بشن. 10 گرم؟ بله بفرمایید. 10 گرم فرمودید بله؟ بله در مالزی خیلی میزان پایین هست. در کشورهای حوزه خلیج فارس هم تا حساسیت‌های بسیار زیادی در خصوص جرائم مواد مخدر وجود داره و واقعاً پلیس در این کشورها زیرو تالرنس در اصطلاح بهش سیاست صفر مدارا میگن، بدون هیچ گونه مدارا و ملایمتی با چنین جرائمی برخورد میکنه و بسیاری از ایرانیان اطلاع ندارن و قبول میکنن که بسته ای رو همراه خودشون ببرن. یکی از مواردی که واقعا وجود داره واقعا پیشگیری هست، چگونه میشه پیشگیری کرد که چنین مواردی پیش نیاد. یکی از توصیه هایی که واقعا شده واقعا لازمه که هموطنان عزیز در نظر بگیرن این هستش که در فرودگاه وقتی میرن، خب ما ایرانیان با توجه به روحیه‌ای که داریم خیلی مهربون هستیم، خیلی زود صمیمی میشیم. بسیاری از افراد هستن که از این وضعیت سوء استفاده میکنن، در فرودگاه ها میان و خواهش میکنن که باری رو، چمدون اضافی دارن یا بسته ای دارن که اضافه وزن هست و خواهش میکنن از هموطنان دیگه که اینو همراه خودشون ببرن و در بیشتر موارد ایرانی ها قبول میکنن و بدون این که بدونن داخل اون بسته چی هست. وقتی که به اون کشور میرسن، وقتی که چمدون از زیر دستگاه رد میشه مشخص میشه که چی بوده و هرچه انکار میکنن که این بسته متعلق با اونها نبوده دیگه فایده ای نداره، دستگیر میشن و حتی ممکنه به اعدام محکوم بشن اگر از حد به خصوصی بیشتر مواد مخدر در اختیار داشته باشن. خانم علاسی عزیز اجازه بدید جلسه بعد بیشتر صحبت بکنیم درباره کسانی که به اعدام محکوم شدن و واقعا ایرانی ها در خارج از کشور و همینطور در داخل خود دولت
اینا باید کاری برای اینا انجام گرفته، کاری باید برای اینا انجام داد. من تشکر میکنم از شما و گفتگو رو با خانم دکتر ساناز علسی ادامه میدیم همینانه. من هم بسیار متشکر هستم. در همینانه رو ادامه میدیم برنامه رو. مصریام شبیه بسیاری از ملت‌های باستانی نظام اعتقادی چند خدایی داشتن، خدایان متعدد باور داشتن. ایرانیان میدونیم تا دوره زرتشت از زمان اوس که یکتاپرستی در ایران باب میشه در دوره گشتاسپ و بنابراین کسی هم که آیین او رو میپذیره گشتاسپ، همسرش و دخترش و جاماس نخست وزیر مملکت که بعدن دختر زرتشت رو به زنی میگیره، یعنی پروچیستان. اما در مصر اتفاق جالب میفته. دکتر نازری درود بر شما. درود بر شما. خوش آمدید. متشکرم. ما رو بر به نیل ها، سرزمین لاجوردی، رودخانه لاج. خب کدام فرعونی که ناجهان دعوای یکتاپرستی میکنه؟ اخناتن اسم اصلیش هست آمنهوتپ چهارو. آمن برمیگرده به آمون. درست. از خدایان مصر باستان. اما تصمیم میگیره که اعلام یکتاپرستی بکنه، تک خدایی. اسمش رو عوض میکنه و اسمش رو عوض میکنه به اخناتن. و خداش هست آتن. آتن. و نماد این خدا پرتو نور خورشید هست. یعنی منبع خداوند انوار خورشید. خب. و پایتخت رو منتقل میکنه به یک شهر جدید که وجود نداره. میره در بیابان، یک جایی که بشه از خورشید لذت برد. یعنی فکر میکنه اینجا نزدیکترین محل به خورشیده. در چه دستور میده شهر رو در اونجا ایجاد بکنه. و اینکه شما سفر خورشید رو میتونید ببینید. بیش از هر زمان دیگه. و در پشت کوه یک تصویر زیبا از خورشید به دست میده. اسم شهر چیه؟ آمارنا. آمارنا. ال آمارنا. بین قاهره و کرنک است. و حدود 10 تا 50 هزار نفر وارد این شهر میشن. یک شهر بسیار زیباست. یعنی 50 که برای ساختن شهر، برای ساختن و بعد اقامت. عجب پروژه‌ای بوده. برای اینکه میخواد همه چیز رو از کرنک منتقل کنه. خیلی. منتقل کنه به این، یعنی پایتخت منتقل بشه عملا به اینجا. خب، یا پایتخت خدایان مصر. متوجه. و اثر مهمی که این کارو اون داره. خب مردم تو عکس العملشون چی هست؟ یه نفر ادعای یک تا پرستی میکنه، میگه سیستم چند خدایی قبول نیست. مردم مصر روی هم رفته یک تا پرستی رو زیاد دوست نداشتن. و یک تا پرستی با اخناتن شروع میشه و همسرش نفرتیتی و به اونم تموم میشه و بعد از مرگ اون تموم میشه و مصری های باستان به فرعون خودشون وفادار هستن، اما بعد از مرگ اون برمیگردن به چند خدایی. شاید یک جورایی فکر میکردن که سیستم تک خدایی به یک نوع دیکتاتوری ختم میشه و این داشتن چند خدا رو ترجیح میدادن. به روحیه اونها هم بهتر میخورده. مثلا شما فرض کنید که کشاورزی خوب نیست اون سال، میتونید به خدای کشاورزی، به خدای مربوط رجوع کنید، پناه بیارید. یا فرض کنید یک نفر دوست داره صاحب فرزند بشه. درسته. با خدای تولید مثل راز و نیاز میکنه. ببین در مورد ما همین میشه. تورانی ها خب اعتقادشون اعتقاد داشتن به یه نظام چند خدایی، خدایان خیالی متعدد. ما هم همینطور، یعنی یک آیین و یک مذهب داشتیم، توران و ایران. اما بعدی که زرتشت ظهور میکنه در دوره گشتاسپ و تورانی ها متوجه میشن که ایرانی ها اون روش قدیم اعتقادی رو رها کردن، اعلان جنگ میدن. اعلان یک جنگ بزرگ در میگیره که چیز روز 63 هزار تورانی فقط در ایران گرفتار میشن، این اسیر و اسیر میشن و بلافاصله دستور آزادیشون داده میشه. 3 روز همشون آزاد میکنن. بوده یه هیپوفیز اخناتن خوب کار نمیکرده. خب. و بنابراین مشکل هورمون های رشد رو به خصوص داشته و این روی استخوان‌های اون اثر می‌گذاره. استخوان سرش و اندامش. بند. یک سر بزرگ داره اما بلند. دراز. فک درشت داره اما باریک. و جمجمش گرد نیست. قد بلند اما بدن زنانه داره. یک مقدار سینه‌های برجسته داره. عجب، سینه‌های برجسته. یک مقدار یعنی هورمون زنانه داشته؟ نه، این بیماری قده هیپوفیز. خود. نه. خود.
و تأثیراش هم میتونیم نشون بدیم. و یک مقدار شکم داره. شکم هم داره. یکی از فرزندان آمنهوتپ سوم هست. یکی از بزرگترین فراعنه مصر. که نه تنها به مصر خدمت بسیار کرده، به بشریت خدمت بسیار کرده. هم خودش هم همسرش تی. در زمان اونها هنر در مصر، هنر نقاشی، معماری، موسیقی، شعر به اوج خودش میرسه. مهندسی به اوج خودش میرسه. اما فرزند اون اخناتن این بیماری رو داره. شاید از کوچیکی فکر میکنه که چرا من متفاوت هستم با بقیه. و یک مقدار باعث میشه که احترام بیشتری داشته باشه برای واقعیت. بنابراین وقتی که اعلام تک پرستی میکنه، یکتا پرستی میکنه، با خودش یک جنبش بزرگ در هنر مصر هم پدید میاره و اون اسمش هست ریالیسم، یعنی جنبش نزدیک به واقعیت. قرنها قبل از اروپا ریالیسم و واقع بینی رو وارد شعر و موسیقی و مجسمه سازی مصر باستان میکنه، تا اونجایی که به مجسمه سازها میگه که وقتی که شما پیکر من رو میتراشید، در دل سنگ میتراشید، همین جور که هستم من رو نشون بدید، منو خوشگلتر نکنید. بنابراین انگشتان دستش بلند هست، انگشتان پاهاش بلند هست. و بعدن وقتی که نفرتیتی هم همینطور از اون کارهای زیادی هست، عاشق نفرتیتی بوده همسایه‌اش. نفرتیتی هم میپذیره سیستم تک خدایی رو، یعنی همراه اون بوده با هم دیگه. پس حتی اخناتن به نفرتیتی پیشنهاد میکنه که فرعون بشه. بنابراین در اون لحظه، در اون زمان ما در واقع دو فرعون داریم. در کارهای اداری مملکت شرکت مستقیم داره نفرتیتی. و حتی بعد از مرگ اخناتن برای یک مدت کوتاهی فرمانروای مصر هست. چون توت فرزند معروف اخناتن هست، کینگ توت، گلدن بوی، پسر طلایی. اما وقتی که فرعون میشه 9 سال بیشتر نداره. بهترین مونمایی مال چیه دیگه؟ همین از صدقه سر پدرش. چرا؟ چون وقتی که اخناتن فوت میکنه مصر باستان به چند خدایی برمیگرده. چون بالاخره چند خدایی هم زیبایی های خودش رو داره و به روحیه مردم میخورده. و این باعث میشه که بخوان هرچه زودتر اخناتن رو فراموش کنن، آتن رو فراموش کنن و برگردن به آمون و خداهان گذشتهشون. خیالی. و به خاطر همین زیاد صحبت نمیشه از اخناتن. اخناتن هر چه زودتر فراموش بشه. و به خاطر همین هم هست که احتمالاً این حالتی که در مملکت ایجاد میشه باعث میشه که یک مقدار مراقب توت باشن، کینگ توت باشن. گرچه توت خودش وقتی که بزرگ میشه، بزرگتر میشه، اون هم از یک تاپرستی دست بر میداره. اون هم دوست نداشته آیین پدرش رو و برمیگرده به چند خدایی همون توتنکامن معروف. مجسمه از همه قشنگ تره. نفرتیتی؟ هم نفرتیتی هم گلدن بوی. اگر شما مجسمه آمنهوتپ سوم پدر اخناتن رو ببینید مبهوت میشید. ما حدود 250 مجسمه از اون داریم. در دست داریم. بعضی هاشون بسیار بزرگ هستن، رنگامیزی. وقتی که به اخناتن میرسیم اوج رنگ بنفش هست، آبی هست، نارنجی هست، زرد هست. یعنی رنگ هایی رو که ما صبر بکنیم تا زمان امپرسیونیست های اروپایی که بتونیم فرض کنیم زرد، رنگ زرد رو با ونگوک دوباره جشن بگیریم. یا اون جرأت کار رو با گوگن فرض کنیم. یا رئالیسم رو. شما اگر به موزه رودن در پاریس برید، یکی از کارهای برجسته رودن بوسه هست. اگر شما به مصر باستان برگردید، یکی از کارهای برجسته زمان اخناتن بوسه هست. بوسه در حال بوسیدن نفرتیتی هست و مخفی نمی کنه این رو. این هست که واسه اخناتن انقدر جالب هست. و این برای اولین باری که یه زن و مرد در آثار جا مانده دقیقاً همدیگر رو میبوسن و اجازه میدن هنرمندا از این صحنه. خیلی از تصاویر نفرتیتی، بسیار زن زیبایی هست، آثارش هست، به مقیاس امروز برهنه است. چون در اون موقع پوشش برای مصری ها اونقدر ها مهم نبود. از این به مقام بالای رسیده بودند در نگاهشون به زن. و خب در
خیلی از این مجسمه ها شما نفرتیتی رو هم حتی میبینید که برهنه است و اندام کامل نداره، چون اثر مرور زمان رو در اون میبینید و اخناتن تمایلی نداره که اینها رو مخفی کنن، یعنی روتوش کنن. روتوش همین جور که هست، همین طور که هست. همین نفرتیتی داره پیر میشه، به همون ترتیب هم اگه تصویری از او یا مجسمی از او ساخته میشه و مبنای واقعیت باشه و گذر عمر. خیلی جالبه، خیلی تشکر میکنم. دوست دارید نوزری نمبر میکنیم گفتگو با دکتر نوزری رو هم میانانم. شما پرسش داشته باشید میتونید با ما در میان بگذارید. به نظرم یک بار دیگه ما باید هم تاریخ خودمون هم تاریخ بقیه ملت‌های خاورمیانه رو، یهودی‌ها گرفته، مصری‌ها گرفته، ایرانی‌ها گرفته، و یه بار دیگه بررسی کنیم. در شمال آفریقا یادتون باشه فینیقی‌ها خیلی نقش مهمی داشتن، در خط ابداع خط سومری‌ها خیلی نقش مهمی داشتن و همه اینا به تمدن بشریت خیلی کمک کرد. تا دیدار دیگه.